شماره یک تمساها بین 35 تا 75 سال عمر می کنند. 23 نوع های مختلف وجود داره. های آبشور بزرگترین خزنده روی زمین هستند و بین 1000 تا 1200 کیلوگرم وزن دارند. یعنی هم وزن پژو 405 و سمندن. طولشون به 7 متر میرسه. برای اینکه متوجه بشین چقدر ترسناک هستن، همین الان یه نگاه به حال خونتون بندازین. حال خونه چند متره؟ 4 متر، 5 متر یا 7 متر؟ نگاه کردین؟ حالا یه لحظه تصور کنین یه چنین موجودی با چنین ابعادی به سمتتون بیاد بدون تعارف هممون پوشک لازم میشیم شماره دو گازی که تمساه میگیره قوی ترین گازیه که یه موجود زنده میتونه بگیره برای مقایسه باید بدونین گاز دندون انسان 45 کیلوگرم در هر اینچه مربع فشار وارد میکنه اما گاز کروکدیل 2200 کیلوگرم قدرت داره قدرت گازش ده برابر قوی تر از یک کوسه ی سفید بزرگه شماره سه سرعت کروکودیل در آب 35 کیلومتر در ساعته این موضوع وقتی ترسناک میشه که بدونین شناگران حرفه‌ای المپیک سرعتشون 10 کیلومتر در ساعته این یعنی برخلاف فیلم‌های سینمایی تخیلی اگه فردی توی آب نزدیک به تمساح باشه دخلش اومده شماره چهار کروکودیل ها چون عرق نمی کنن، موقعی که توی خشکی می خوابن دهنشون رو وا می کنن تا گرمای اضافی رو دفع کنن بی اطلاعی از این موضوع باعث میشه در حالی که تمساح خوابیده فرد با دیدنش بترسه جیغ بکشه و تمساح رو بیدار کنه و اون وقته که من بادو تمساح بدو. در حالی که اگه جیغ نمی کشید و بررسی می کرد می فهمید خوابه و یواشکی فرار میکرد کرد زمنا ها میتونن با یه چشم کاملا باز بخوابن شماره 5 اصطلاح اشک تمساه از این موضوع گرفته شده که تمساه موقع خوردن قربانیاش اشک میریزه اشک تمساه به این علت موقع خوردن میریزه که هنگام جویدن هوا از طریق سینوزهاش با فشار به سمت مجرای اشکیش هدایت میشه و در نتیجه از چشماش اشک میاد و در واقع ربطی به دلسوزی و عذاب وجدانش نداره شماره 6 ها تقریبا شبیه به مرغا سنگ میبلند تا اسلخون و پوست موجوداتی که خوردن راحتتر هضم بشه این سنگ ها برای سال سالها توی معده کروکودیل میمونه دندونهای 24 گانه تمساح صرفا برای گرفتن بریدن و شکستن غذا به کار میره و در روند جویدن و هضم غذا کاربردی نداره کار خرد کردن نهایی رو معده و همون قلب سنگایی که میبله انجام میده وقتی کروکودیل یکی از دندوناشو از دست میده فورا جایگزین میشه در طول عمرش حدود 8000 تا دندون در میاره و میندازه شماره 7 نوزادای 10 الی 60 تایی تمساح که 55 الی 100 روز توی تخم هستن و زیر ماسه ها دفن شدن قبل از اینکه از تخم بیرون بیان صدای ضعیفی از خودشون تولید میکنن که تمساح مادر میتونه بشنوه بعد تمساح مادر میاد تخما رو از ماسه در میاره و صبر میکنه بچه ها که حدودا 20 تا 25 سانتی متر هستن از تخم بیان بیرون و بعد اونا رو به سمت رودخونه و جای پر از حشره میبره تا بچه ها بتونن غذاشون رو پیدا کنن و غذا بخورن 99 درصد از بچه کروکودیل ها در اولین سال تولدشون به وسیله شکارچی مثل کفتارها سوسمارها و بعضی ماهی ها شماره 8 بحث ترسناک دیگه اینه که کروکودیل شبها هم به خوبی میبینه و در شب هم حسابی شکار میکنه کروکودیل ها خونشون رو به راحتی از مسافت دور تشخیص میدن سه تا کروکودیل آبشور رو گرفتن به وسیله هلیکوپتر 400 کیلومتر از خونشون دور کردن اما این کروکودیلها ها بعد از رهاسازی ظرف سه هفته برگشتن خونشون شماره نه کروکودیل، موش، مار، قورباغه، خرچنگ، فیل‌های کوچک، اسب آبی، کوسه، بوفالو، گورخر، گوزن، گراز، پرندگان و ماهی‌ها رو میخوره کروکودیل میتونه بیش از یه ساعت زیر آب نفس خودش رو نگه داره. کروکودیل شکارهای بزرگش رو به جای اینکه خودش مستقیما بکشه، میگیره میبره زیر آب اونقدر نگه می‌داره تا خفه بشن. بعد از اینکه شکار خفه شد، اون‌ها رو می‌بره به سطح آب تا بخوره. شکارچی کروکودیل، شیر، پلنگ و گربه‌سانان بزرگ دیگه، مار آناکوندا و پایتون و اگه سایز تمساح کوچیک باشه بعضی لکرک ها و مرغ ماهیخوار هستند شماره ده تخمین زده میشه کروکودیل سالانه هزار نفر رو در سراسر دنیا میکشه سلامتی خودمون و اینکه گیر این حیولای خونخوار نیفتیم بزن لایکو